دکمه ضبط و درود بفرستیم خدمت خانم مریم عزیز. درود بر شما خانم مریم. سلام آقای آزادی و سلام شنوندگان عزیز رادیو همسفر. بسیار دوالین نیستم. دوارد فکتیس و وارد و نونستانس. دل بود تنگ شده بود ولی کار یکم زیاد بود. متوجه هستم دیگه، مشغله کاری همیشه هممونو درگیر کرده. مثلا توی سوئد که بعد 24 ساعت کار بکنی که بتونی بعدن اگه وقت کردی 4 ساعت بخوابی. دقیقا، اگه وقت کردی برای ولی همش تو فکرتون هستم. مرسی، یک دنیا سپاسگزارم از شما. خدمت شما عرض بکنم که بعد اون تماس ایمیلی و اینه که با هم دیگه داشتیم، شما در مورد یه سری قوانین و یه سری سوالایی که پیش اومده بود میخواین صحبت بکنید، ما سراپا گوش هستیم. خیلی ممنون، مرسی. آره، دوستان با من تماس میگیرن و این دفعه گفتم که یه سوالای زیادی که شده رو جمع کردم و در مورد اصطلاحات مختلف که دوستان یا تو جلسه های مختلف هستن یا با هم لگر یا با هرچی صحبت میکنن براشون سوال پیش اومده و من گفتم این اصطلاحات اول به سوئدی میگم که شنیده باشن، بعد به فارسی توضیح میدم و امیدوارم که خوب توضیح بدم که متوجه بشن. اختیار دارین، بفرمایید. بله، یه چیز هست به نام پشونکرتس که خیلی دربارش صحبت شده، پشونکرتس، و این یه اصطلاح هست که در قانون LSS استفاده میشه و در اصل معنیش اینه که توضیح میده که سه تا پشونکرت یا سه تا گروه هستش و اون شخصایی که بخوان شامل حال LSS، قانون LSS شامل حالشون بشه، بعد تو یکی از این پشونکرتسا بیان. و این پشونکرتسا هم اینطوری قسمت کردن که بستگی به چه ناتوانی آدم داره و چه کمکای احتیاج داره توی یه دونه از این پشونکرتسا میافته که من در مورد این توی فکر کنم دفعه اول که با شما بودم بیشتر توضیح دادم، هستش که میتونن دوستان تو یوتیوب و توی آرشیو شما بشنون. بله، ولی اسمش هست پشونکرتس، پس که خیلی صحبتش میشه و دربارش صحبت میکنن. به چه درد میخوره؟ همین که گفتم، اگه که تو یکی از این گروه ها باشیم LSS شامل حالشون میشه، یعنی اول بررسی میکنن که پشونکرتس هستیم یا نه، بعدش میرن سراغ این که کدوم از این 10 تا کمکی که از LSS میگیره شامل حالش آدم میشه. بسیار عالی، و اینو خیلی استفاده میکنم، پشونکرتس ات تو تری هی میگن، به خاطر این گفتم برای دوستان تعریف کنم. مرسی. بعد منم دارم مشخمو مینویسم شما میگی من دارم مینویسم، حواس شما رو پرده. بله، میفرمایید. عالی. بعدش هستش LSS ارشتنینگ، LSS ارشتنینگ که این در اصل بازم یه اصطلاحی هستش که در چارچوب قانون LSS استفاده میشه و در اصل جبران مالیه که دولت میکنه. حالا میتونه کمون باشه، فشکنیسکسه باشه، بعضی از موقعا رگیون که اسمش اولا لانستینگ بود، به شخصایی میکنه که از قانون LSS کمک میگیرن و به جیبشون نمیره، بلکه به اون شرکت یا به اون جایی که کمک میگیرن یه هزینه میدن که اونا بتونن کمک بکنن این شخصی که از قانون LSS کمک میگیره. درسته؟ و بستگی داره چه کمکی باشه. مثلا دستیار فردی یا پشونلی اسیستنت سال 2023 324 کرون و 50 اوره ساعتی به اون شرکتی که کمک میده میدن و هر سال عوض میشه. اینو دولت به استماع میکنه، هر سال بودجه که میذاره اینم به استماع میکنه حدودا چنده. بعدش دیگه لیت ساگنینگ هست، آولاستنینگ هست، چیزهای مختلف، کمکهای مختلفی که هست یه ارشتنینگی میدن که کمک آدم بتونه بگیره که از جیبش نره، به شرطی که جز اون پشونکرتس باشی، جز به اون پشونکرتس باشین و یه تصمیم از LSS گرفته باشین. دقیقا. خب. اینم از یه چیز دیگه که هستش که خیلی این مهمه و من میدونم هم دوستان نمیدونن که این حق و حقوق رو دارن و هگه شنیده من متوجه نمیشن چیه، این خیلی مهمه. یه چیزی هست به نام SEP که معنیش هست Sum Ordnat Individual Plan که خیلی طوری روزانه میگن سیپ ماده، اینطوری خیلی توضیح میدم. در اصل یه قسمت خیلی مهم سیستم بهداشت هستش و خدمات اجتماعی توی سوئد که مهمه که دوستان بدونن چیه. این در اصل یه ابزار هستش برای شخصایی که کمک از جای مختلف احتیاج دارن.
این کمک ها رو جمع میکنه. اگه یه مثال بزنم چون خیلی مهمه و من خیلی شنیدم دوستان نمیدونن چیه، مثلا یه مادر پدری هستن که یه کودکی دارن که ناتوانی خاص داره، مدرسه میره. خب این کودک هم با مدرسه در تماسه، هم با کمون در تماسه، با دکتر، با کوراتور، با فیزیوتراپیست، با چیزای با مختلف، بخاطر که کمک احتیاج از همه داره. مادر پدر بیچاره بعد بین اینا بودن بگن دکتر به مدرسه چی گفت، مدرسه به سیکولوگ چی گفت، خیلی براشون مشکل میشه. ولی میتونن هر موقع از یکی از اینا خواهش کنن یه جلسه بذارن، همه اینا جمع بشن. و دو تا خوبی داره، یکیش که همین که گفتم همه با همدیگه همکاری میکنن، یه مدل میرن، مثلا دکتر میشنوه میگه، یا فیزیوتراپیست میشنه به مدرسه میگه این بچه بد میشینه، میگه پس من میام مدرسه چک میکنم براش یه صندلی میارم، کوراتور از دکتر اینو میشنوه، کمون میشنوه چه احتیاجای کمکی هستش. این یکیشه. دومم یه کنترل میشه، مثلا دکتر نشسته اگه کامل کارشو نکنه میدونه که کمون داره میشنوه، به خاطر این یکم بهتر کارا حل میشه. بعد این چیزی که آدم خودش باید تقاضا بکنه یا اینا خودشون اتوماتیک انجام میدن؟ جفتش امکانش هستش. در اصل قانون گفته که مثلا دکتر بعد اینو بیاره یا کراتور یا مدرسه، ولی خب خیلی نه، ممکنه ندونن یا نکنن و اینا، ولی اون شخصی که کمک احتیاج داره یا کسی که داره کمکش میکنه حتما این خواهش رو بکنه که با همدیگه جمع میشن روی قشنگ یه دونه آدم می نویسه همه حرفایی که زده شده و میگه که مثلا فیزیوتراپیست تا یک سال دیگه بعد این کار کرده باشه، این بعد تا 6 ماه دیگه این کار کرده باشه. بعد این هی جلسه، حالا میشه 3 ماه یه بار باشه، 1 سال یه بار، حالا چقدر بستگی چقدر احتیاج باشه، و همه با همدیگه همکاری میکنن برای اون شخص. یعنی این پروتکل خود آدم دیگه میتونه در دست داشته باشه که ببینه که این جلسه مال اون شخصه. دقیقاً. که بدونه که چه کارهایی باید انجام بشه و آیا شده یا نشده. خب این خیلی دقیقا. خوبه، خیلی عالی، خیلی مهمه. دقیقا، خیلی مهمه. به خاطر همین توی همه جاست، حتی مثلا کسی که سالمند از بیمارستان تازه میارنش، مثلا یه الدر بوونده میشینن با هم دیگه این صحبت هم کن که بیمارستان بگه ما چی کردیم، حالا شما چی بکنین. یعنی این یه چیز خیلی مهمه که اگه دوستان بدونن راحت تر کارا جلو میره. بعد ببینم این سی پروتکل آدم میتونه تقاضا بکنه که بهم بدین؟ 100% مال خودشه. این خیلی عالیه، به خاطر اینکه اونا هم نمیتونن از زیر کار درن، چون میدونن شما قانون رو میدونین. آفرین، مرسی. دقیقاً. به خاطر همین خیلی دوست دارم دوستان حتما اینو خواهش بکنن، چون من شنیدم که میگن ما بعد از این بریم به این بگیم، از این به اون بگیم. نه، کار شما نیست، اینا خودشون با هم دیگه بیان. حالا ممکنه ژورنالشون با هم یکی نباشه، دکتر نتونه مال کوراتور رو بخونه یا مال مدرسه، ولی تو این جلسه همه با هم دیگه صحبت میکنن و حق آدمه. بسیار عالی، بسیار پروتکل. خب برم، هنوز وقت هستش که دیگه داره. بله، اختیار داری. نه وای، به این زودی ها نمیزیم در باشه. پس بعدیش ببینم چی نوشتم. اورفمین داره اورفمین داره، بله دقیقا. که اینو حتما مثلا آدم وقتی در مورد گودمن حرف میزنه یا فوالتر حرف میزنه، درست درباره اورفمین داره حرف میزنه، که یه فردی یا یه نهادی هستش که برای افرادی که ناتوانی دارن یا از پولشون بتونن درست مثلا خرج کنن و رکنینگ بدن و اینا، یا از تصمیم های مهمی که بعد بگیرن به دلیل های مختلف خودشون نتونن این کار رو بکنن، اینا میان و که مطمئن بشه کسی سوء استفاده نمی کنه، اشتباه براشون نمیشه و اینا، که بعدش دیگه حرف گودمن هستش و اینا. این اسمش اورفمین داره است. و مثلا مثال برای بچه هایی که زیر 18 ساله هستن و ازشون ورناد از مادر پدر گرفتن، یا سالمندان، یا کسایی که ناتوانی خاصی دارن و نمیتونن این کار رو خودشون انجام بدن، آدم با اورفمین داره میتونه در تماس باشه و اونا این کمک ها رو میکنن، یعنی حقش آدم هستش. بسیار عالی، بسیار عالی. که اورفمین دارن با کمون ربط داره، به فشک ریز کسا ربط نداره. کمون، اوکی، من اینجا نمیشتم. اگر برم بعدی، بریم بعدی رو هم بگین، بعد من یه سوال بعدی دارم. بفرمایید. نه، سوال من اصلا خارج از این قسمته، اینو بگین که من بعدی رو هم بگیم، بعد من دیگه ازتون سوال کنم.
چشم. یه چیز دیگه هم هست به نام فرهانس فور بخوید بخیر. که در اوکی اصل یه آدم وقتی کمک میخواد از قانون LSS یا از هر قانونی، ولی حالا LSS رو میگم، میخواد بگیره، بعد یه تصمیم رسمی داشته باشه، نمیتونه همینطوری بره، یعنی بعد ورق بیاد تصمیم چه، از چه روزی تا چه سالی، همه چی باید باشه. ولی میگیم یه شخصی احتیاج داره که این تصمیم رسمی رو زودتر از اونی که اتفاق کمک براش بیفته بعد بدونه من میتونم اینو بگیرم یا نه. به خاطر همین یه پیشاپیش میتونه یه تصمیم رو که رسمی نیست و از کمون یا از جای دیگه بگیره. و یه مثال میزنم که شما بدونیم برای چی، برای اینکه اون شخص بتونه برنامه ریزی کنه برای زندگیشه در اصل. و مثال بزنم که مثلا دوستان بدونن برای چی استفاده میشه، اینه که میگیم یه شخصی توی کمون زندگی میکنه و پشونلی اسیستانس یا دستیار فردی داره، ایشون میخواد بره یه کمون دیگه، میخواد خونش رو عوض کنه، یه جای دیگه خونه بخره، نمیدونه که به آیا برم این کمون، من که بدون دستیار فردیم نمیتونم خودم رو کلاره کنم، این کمون به من میده دستیار فردی، اصلا نرم دنبال خونه. قبل اینکه داره خونش رو عوض میکنه میتونه با این کمون در تماس باشه، بهشون بگه به من یه چیزی به نام فرهنس بخوید بدین، یعنی به من بگین که اگه شما کمون تو بیاری کمون ما، این کمک ها رو میگیرید. وقتی اینو گرفت اون موقع دیگه میتونه بره، که از اون روزی که این فرهنس بخواد اومد تا دیگه رفتش اون یکی کمیون 3 ماه وقت داره دیگه، یعنی نه نمیتونم بگم. و برای کسایی که ناتوانی دارن و کمک احتیاج دارن، خب خیلی مشکل کمیون عوض کنی بعد ندونی هنوز کمک داری نداری داستان چیه، برای اونا این کار خیلی مهمه. اتفاقا سر این مسئله بارها و بارها به من زنگ زده شده عزیزانی که کمونشون رو عوض کردن و بعد میگن که ما اومدیم اینجا، اون کمک ها که اون یکی کمون میکنه اینجا نمیکنه. بعد من بهشون هم سوال میکنم، چون سوال پیش میاد دیگه، که شما قبلا تماس گرفته بودین که ببینین این کمون؟ میگن نه، ما از کجا میدونستیم، ما اومدیم اینجا، خب باید بهمون بدن دیگه، مگه قوانین مال همه سوئد نیست؟ نه، کومینو با هم فرق میکنه. LSS یعنی کمک ها که از LSS میگیرن، صحبتش هست که سال 2026 همش بشه دولتی، یعنی از کمون بعضی از مثلا پشنولی اسیستنس رو بگیرن بدن دولت، آخ اون چقدر موقع دیگه عالی. راحت تر میشه. ولی همشنس کمون با کمون فرق میکنه، دلیل اینکه شما از یک کمون یه دونه تصمیم دارین برین یه کمون دیگه اصلا اون نیستش، یعنی همیشه باید خیلی مواظب باشین سوالاتونو بکنین قبل اینکه خونه عوض کنین یا خیلی هم کار عوض عجیبه کنین. مگه نه خانم مریم عزیز؟ خیلی عجیبه، چون قوانین باید در سراسر سوئد برابر باشه، یکی باشه. من یادم چند وقت پیش در تلویزیون صحبت میکردن، میگفتن بابا دیگه وضع حمل یعنی زاییدن فرلوزنی، این که دیگه یه بله چیز طبیعیه، برای چرا باید کمون با کمون فرق بکنه؟ چرا باید یه کمون باید راحت تر باشه، یکی دو سخت تر باشه؟ اصلا خیلی عجیبه، من برای من جای سواله که چرا خیلی اینقدر هم تفاوت فرق فرق. میکنه آقای آزادی. من یه دختر کوچیک رو توی کمون بالای سوئد کمک کردم و یه دختر حدودا همسن توی یوتباری، درست یه مشکلاتی داشتن، یک احتیاج داشتن. یک دنیا فرق میکرد، یعنی بهتون بگم روز و شب بودش کمک هایی که گرفتن. یعنی اگه خیلی ساده بگم، اگه کمیون عوض کنه آدم بره کمیونایی که مثلا راحتتر کمک میگیره، خیلی خیلی به قول خیلی عجب. سوئدیا اورتویسه. دقیقا آیا مترجم حق آدم داره، حق مترجم داره؟ کلا همه با هر اداره که دولتی که در تماس هستین توی سوئد ربطی به LSS و اینا نداره، آدم حق مترجم داره. خب من و سوال وقتی عوض که کنم، من سوال عوض جابه کنم، بفهم آیا منی که از کمک هزینه دولتی استفاده میکنم، مثل مثلا سوسیال شنزده، آیا اگر که به طور مثال بخوام به یک اداره یا جایی که دولتی نیست بخوام با اونجا احتیاج به مترجم داشته باشم، چیکار باید بکنم؟ یعنی شما سوسیال کمک میگیرین، کمک هزینه فکر بله. میکنم یعنی باز منظورتون دقیقا درسته؟ یعنی بازنشسته نیستین که حقوق بازنشسته بگیرید، شما از سوسیال کمک هزینه زندگی میگیرید و تحت پوشش سوسیال هستید. اوکی، حالا برای یک کار اداری در یک جایی احتیاج به مترجم دارین، حالا
میتونه این میتونه یه بانک باشه، میتونه یه شرکتی باشه که شرکت برق باشه، ولی زبونتون نمیکشه که حقتون رو بگیرید. یا حالا مثلا مشکل اینجا رو چطور میتونه آدم یه مترجمی برای آدم درست کنه؟ کدوم بخش به با آدم باید کمک بکنه؟ سوال خیلی خوب بود. منظورتونه که مثلا من بخوام برم از تلیا یه تلفن بگیرم، کمک دارم کمک احتیاج دقیقاً، یا یه قبضیت به تلیا این اومده هزینه که من رو دقیقاً این هزینه حساب میشه مثل هزینه های دیگه که آدم داره، یعنی چیزی نیستش که چون که دولتی نیست با دولت در تماس نیستین اینو بعد اونم کمون به کمون فرق میکنه. شما بعد با اون هنلگری که تو کمون باش در تماس هستین بگین این توی اون هزینه ای که توی از دید قانون سوسیال شنس لاگن به من میدین شامل حالش میشه یا نه، یعنی فرق میکنه. ولی بعد قبل اینکه میرین و پولو میدین کویتو میارین بعد سوال بکنین، یعنی همیشه قبلش بکنین. این مدبوریا کنتورت کارش چیه؟ کمک میکنه با آدم؟ شما اطلاع دارین مدبوریا کنتورت؟ من متاسفانه دقیقا میدونم چی و اینا، ولی متاسفانه در مورد مدبوریا کنتورت اطلاعات خاصی ندارم که بخوام بگم، چون نمیخواستم بدونم. بالاخره شما حسابش کنید یه آدمی که در سن 50 60 70 سالگی هستش، قدرت یادگیری زبان رو نداره و دلیلم نداره که حتما آدم محتاجی باشه، ولی یه جایی باید به آدم یه کمکی برسه. آدم خیلی هم اصلا تنها هستن و این سوال ها از من میشه و من گفتم حالا شاید این رو هم بذارم. پس اگر که پولی باشه باید اول آدم با کمون تماس بگیره، بگه من برای درگیری که مثلا با شرکت تلیو مثلا دارم یا چیز دارم احتیاج به یک مترجم دارم، آیا شما این هزینه رو پرداخت میکنید یا نه؟ دقیقا کلن همه هزینه‌هایی که شما مطمئن نیستین، چون چند تا دوستان با من تماس گرفتم و مشکل پیدا کردم قبلش بکنین به هنلگرتون در تماس باشین و صحبت بکنین، بعدش بکنین اصلا کلن ممکنه اونا بگن چرا کردی کلش. آره خطرناکه قبلش همیشه. و آخرین سوال من که یک سوال قدیمی هستش، یک بارم شده ولی متاسفانه هموطنان زیادی از به من زنگ میزنن این سوالو میکنن، آیا یک فردی که از سوسیال کمک میگیره در سوئد قفل شده است و اجازه خارج شدن از سوئد نداره؟ درست همون جواب قبلی. سوال بکنین قبل اینکه مسافرت بلیت بوک میکنین میرین میان همه چی خیلی رو راست و ساده بهشون بگین. متاسفانه خیلی از کمیونا ندارن میگم چون به صورت لیکس حساب میشه. Okay. ولی تازگی ها شنیدم که چند نفر هنلگره اوکی گفتن اگه آدم دلیل خاصی بیاره. حالا دلیلشو دیگه میشدم مثلا بگه دارم میرم سر بزنم کسی مریضه ایران یا یه چیز اینطوری، ولی قبل اینکه میرین خواهش میکنم حتما باشون در تماس باشین و سوال بکنین خیلی رو راست. چون من اینطوری احساس میکنم که وقتی پاس نشون میدین از سوئد خارج میشین دیگه میدونم که نیستین، حالا بهشون میرسه یا نمیرسه و یعنی دیگه نمیشه نگفتش. به خاطر این خیلی مهمه که قبل اینکه میرین به خاطر اینکه مشکلاتی براتون پیش نیاد همیشه سوالو بکنین و هنلگره با هنلگره کمون با کمون فرق میکنه. بسیار عالی بسیار عالی. شما صحبت اجازه بدید من یک شنونده داریم، من ببینم در همین رابطه هست آیا شنونده همون سوالی در این رابطه دارن. دوست عزیز در این رابطه روابطی که ما صحبت کردیم شما سوالی دارین؟ بله من در رابطه با کورتیسن و لکساگر سرویس میخواستم سوال کنم از خانم. بفرمایید سوالتون رو خواهش میکنم. سوالم این هست، اول اینکه آیا بر الو بگم؟ بله بفرمایید. آیا کورتیسن گرنس سنی داره و آیا کمون با کمون فرق میکنه برای اینکه آدم بخواد از کورتیسن استفاده کنه؟ بله خانم. بعد سوال دومم این هست که آیا لپساگر سرویس شنیده، من شنیدم که از سال 23 فامیل نمیتونه باشه، غافل از این که خیلی ها که به اصطلاح یک کسی رو دارن که لبساگره داره، اگر اینها خوب بتونن حرف بزنن که احتیاج به لبساگره ندارن، بنابراین فامیل خیلی بیشتر میتونه بهشون کمک کنه. بعضی از اینها تال ندارن،
صحبت نمیتونم بکنم، فقط برای بسر عادتی که با خانواده دارن مفهوم میشم. بسیار عالی. اگه اجازه بدین سوال رو به خانم مریم جواب بدن. خانم مریم دو تا سوال جواباشو اگه ممکنه بفرمایید. حتما. میتونم فقط بگم کورتیس ویستلس چی هستش که دوستان بدونن؟ چون ایشون آره، میدونن چرا که نه بله درست یه مسکنی هستش که میتونین کورتید یعنی یه وقت کوتاه بمونین و برای نزدیکان اون کسی هستش که یا ناتوانی داره یا سنش بالای هست، یعنی درست برای کسی که مواظبت از نزدیکان خودش میکنه که خودش استراحت بکنه. حالا ممکن اگه بچه باشه مادر پدر به بچه های دیگه برسن، به خواهر برادر برسن، اگه خانمی سنش بالاتر باشه ممکنه برای اینکه یکم استراحت بکنه. این میشه کورتیس بوونده یا کورتیس ویستلسه یا میگن کورتیس بهش که بدونین معنیش چیه. حالا بعد یه بار دیگه سوال ایشونو یه بار دیگه تا چه سنی هستش؟ بله آیا سن داره؟ بله. آره. دو نوع کورتیس هم هست، یکی از قانون سول یکی از قانون LSS هستش. LSS من فکر نمی کنم ایشون سالش بود چون سن خاصی نداره. سول هم سنی نداره، تا موقعی که یه بسلوت بعد با حل‌لگر صحبت کنین باشه دیگه میتونن تا هر موقع که احتیاج دارن فقط هی بسلوتشو بعد جدید کنن طبق معمول و کمون با کمون هم فرق میکنه، به خاطر این سنی نداره. سال دوم ایشون درباره لیتساگره بود که لیتساگره من قبلا درباره صحبت کردم، هم توی سوسیال شنست هستش هم توی LSS. خیلی مهمه که آدم بدونه کدومشو احتیاج داره و بدونه تو کدوم قانون شامل حالش. اون چی هستش اصلا؟ لیتساگره میشه حدودا یک کسی که میاد پیش شما و لیتساگتون میکنه برای چیزهای مختلف. حالا میتونه برای پیاده روی باشه یا بانک رفتن باشه یا سینما باشه یا حالا هر چی که احتیاج هستش. من بهش میگم بتالت کمپیس، یعنی یه دوستی که پول میگیره میاد کمکتون میکنه، ولی کمیون اینو بشنوه خیلی دست من عصبانی میشه. ولی به خاطر که راه دادم بدون معنیش چیه این میشه. یه چیزی هم هست آولاسره، من به اون میگم بتالت بان وقت یا بتالت وقت. اون برای مثل کورتیس برای نزدیکان هستش و این دوست که تعریف کردش که دیگه نمیذارم بعضی از کمیونا فامیل بشه، اون توی قانون سوسیال شنس لاگه. توی LSS هنوز میتونه پس برای لیت ساگنینگ کسی که اون تو همونجا زندگی میکنه آدرسشون یکی و اینا بشه. توی سوسیال شنس خیلی از کمونا دقیقا مثل همشنس دارن یه چیزی که به نام انهاری انستلنیه، یعنی فامیل انستل بشه دارن برمیدارن به خاطر اینکه سوء استفاده شده، دارن کم کم برمیدارن و بستگی داره چه کمونی زندگی میکنین. متاسفانه باید با کمونتون در تماس باشین و اگه قانون گذاشتن و دیگه گفتن که برداشتیم کاری نمیشه کرد دیگه. اون شرکت هایی که انتخاب میکنین از دولت اجازه ندارن شما رو انستل کنن و اگه بکنم برای اونا خیلی خطرناکه، یعنی از بدجنسی نمی کنن به خاطر که اجازه ندارن اجازه بکنن. بسیار. و آخرین سوال تلفن که اگه کسی مایل بود بکنه سوال حتما. و قبل اینکه تلفن رو بدم، امروز من باید بودم برم دنبال دخترم، اگه میشه از فردا با من تماس بگیرم خیلی خوشحال میشم. خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید. 073 بله 652 بله 6729 073 652 6729. خانم مریم عزیز ببخشید که ما اسم شما رو گذاشتیم مریم LSS، ولی از عزیز ممنونم. در ضمن دوستان هر کم که زنگ زده به شما با روی خوش باهاشون چیز بودین، من بسیار سپاسگزارم به خاطر این اخلاق نیکتون. آرزو میکنم که همیشه موفق و پیروز و سلامت باشید و در کنار خانواده و دوستان روزهای زیبایی رو داشته باشید. و همچنین آقای عزادی خیلی ممنون. قربان شما، موفق باشید. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خب دوستان عزیز شنونده، با یک دنیا تشکر از همگی شما عزیزان که تا این لحظه با ما بودید. این بخش بسیار مهمی بود. اون پروتکلر هم دوستان اسمس فرستادن، اسمش چی بود؟ سیپ، SEP، مثل سوسن ایران پرویز. این پروتکل رو اگه داشته باشید میتونید که بدونید که چه کارهایی بعد برای شما انجام بشه
و آیا انجام میشه یا نمیشه. دوستان آهنگ امید رو هم میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، بخش نیازمندی ها رو میگیریم، خبر میشنویم، آگهی میشنویم، بعد دوباره اخبار میشنویم، دوباره برمیگردیم. بعد ساعت 5 بعد از ظهرم کلی خبرهای داخلی سوئد دارم که چه خبرهای، وای 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 وای.